سلام به همگی، امروز آثار هنری هنرمندانی را به شما نشان خواهم داد که خانواده ها یا چند نفر را کشیده اند. به نام هنرمند و سال تولد و فوت او که در کنار هر عکس نوشته شده است مراجعه کنید. این اثر هنری از دیگو ولاسکوئز است. در آن زمان پورتره های گروهی به گونه ای ترسیم می شد که به نظر می رسید مردم در حال حرکت هستند. اینطور به نظر نمی رسد؟ در وسط نقاشی تصویر شاهزاده خانم اسپانیا است. در اطراف او خدمتگزاران قرار دارند. شاهزاده خانم از اتاق کار مرد سمت چپ را که براش نقاشی در دست دارد در حال بازدید کردن است. در واقع او کسی است که این نقاشی را کشیده است. این نقاشی چهار دختر از یک خانواده است که توسط جان سینگر سارجنت کشیده شده است. او بسیار تحت تأثیر نقاشی های ولاسکوئز بود که من به شما نشان دادم. یک نفر گفته بود که این تصویر چهار دختر به نظر روند رشد یک کودک را نشان می دهد. کنتراست بین تاریکی در پشت و روشنایی در جلو چشمگیر است. احساس می کنم دارم با دخترها ارتباط چشمی برقرار می کنم، زیرا آنها مستقیماً به جلو نگاه می کنند. این یک پورتره خانوادگی است که توسط یوهان زوفانی کشیده شده است. تصویری از زندگی معمولی یک خانواده را نشان می دهد. استراحت زیر یک درخت بزرگ در طبیعت آرام بخش به نظر می رسد. اگر به دقت نگاه کنیم می بینیم که هر کسی یک جست متفاوت به خود گرفته و به مکانهای مختلف خیره شده است. پسری که در سمت چپ بادبادک را به پرواز در می آورد، به نظر می رسد که بسیار به او خوش می گذرد. این یک پورتره خانوادگی است که توسط جان سینگلتون کوپلی کشیده شده است. مردی که در سمت چپ ایستاده هنرمندی است که این را کشیده است و زن کنار او همسرش بوده که قبل از کشیدن این تابلو از دنیا رفت. اما او همسرش را از خاطراتش به یاد آورد و در نقاشی طوری بیان کرد که انگار هنوز با او است. با وجود اینکه از دست دادن خانواده آزار دهنده است، ثبت و گرامی داشتن عشق خانواده در یک اثر هنری بسیار تاثیرگذار است. این اثر هنری از رامبراند است. او با نام تصویر از گشت زنی شبه نظامیان در شب یاد می کند. اما ما به طور قطع نمی دانیم. در این تصویر نیز می توان شیوه منحصر به فرد او را در بیان نور زیبا در تاریکی مشاهده کرد. زن کوتاه قدی که در وسط تصویر مانند چراغی تابیده است همسرش است. در زمان کشیدن این نقاشی همسر و سه فرزند خردسالش از دنیا رفتند. به همین دلیل است که می توانیم احساسات غم‌انگیز او را در آن نقاشی احساس کنیم. آیا از دیدن نقاشی ها لذت بردید؟ امروز در حالی که آلبوم دوران کودکیم را مرور می کردم این عکس را پیدا کردم. آن بچه‌ای که در حال رقص در وسط عکس است من هستم. در این عکس حرکات سرگرم کننده و بسیار زنده به نظر می رسند. ژست های خانواده متنوع است و پس زمینه فوق‌العاده به نظر می رسد. پس من این تصویر را می کشم. بیایید شروع کنیم. من طرح خود را از قبل تمام کردم. ابتدا از یک خودکار سیاه و باریک برای رسم خطها به طور کلی
برای همه چیز در پس زمینه استفاده می کنم. بعد از آن افراد و اشیا را با مدادهای رنگی رنگ‌آمیزی می کنم. و برای رنگ‌آمیزی پس زمینه از آب رنگ استفاده خواهم کرد.
از اول همه چیز را به روشنی به این شکل رنگ کنید. سپس وقتی رنگ خوش شد، از رنگی تیره تر برای ایجاد ضربه های کوتاه استفاده کنید. دوباره وقتی آن رنگ خوش شد، قسمت سایه را با رنگ تیره تر بیان می کنیم. بعد از اینکه با استفاده از مدادهای رنگی جزئیات بیشتری را روی پس زمینه قرار دادم، کار را به پایان می‌رسانم. بسیار خوب، تمام شد. شما باید یک عکس از خانواده به همراه خاطرات آن فراهم کنید و سعی کنید آن را بکشید. دفعه بعد میبینمتان. خدا نگهدار.